سلام بر شما، خوش آمدید به برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت. من فریبا شیرازی هستم. در این برنامه ابتدا نگاهی می‌کنیم به سخنرانی حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در ادامه گزارشی داریم از واکنش تازه آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران به حادثه منا که خواستار اعزام هیئتی برای بررسی این حادثه شده و ریاض را تهدید به عکس العمل سخت و خشن کرده. مروری داریم بر تحولات قندوز در افغانستان و گزارشی هم داریم از توقیف یک قایق باری ایرانی حامل سلاح که به قصد یمن در حرکت بود. در پایان برنامه بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با نگاهی بر تازه ترین تحولات این کشور و منطقه. با ما همراه باشید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد و گفت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به تعامل سازنده با جهان رأی دادند و او اکنون اعلام می‌کند که فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. و با اشاره به توافق جامع هسته‌ای وین هم گفت این توافق توانست سایه تخاصم و حتی جنگی دیگر و تنشی دامنه‌دار را از سر خاورمیانه دور کند. با هم نگاهی داریم به گزیده‌هایی از سخنرانی رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. آقای رئیس، عالی جنابان، من به نمایندگی از سوی ملت بزرگی سخن میگویم که امروز در غم از دست دادن هزاران زائر مسلمان و صدها نفر از هموطنان خود به سوگ نشسته است. سالمندان، جوانان، زنان و مردانی که برای انجام مناسک مذهبی در گرد همایی عظیم معنوی و جهانی حج شرکت کرده بودند ولی متاسفانه قربانی بیکفایتی و سوء مدیریت مجریان شده و حتی به دلیل عدم پاسخگویی مسئولان از شناسایی مفقودین و بازگرداندن سریع پیکر قربانیان به خانواده‌های عزادارشان دریغ شده است. افکار عمومی خواستار آن است که مسئولان دولت عربستان سعودی بیدرنگ به مسئولیت بین المللی خود در تأمین دسترسی کنسولی فوری برای شناسایی سریع و بازگرداندن بدون تأخیر اجساد مطهر عمل نمایند و اینک با افتخار می توانم اعلام کنم که امروز فصل جدیدی در روابط ایران با جهان آغاز شده است. ما تصمیم گرفته بودیم با حفظ اصول خود فضایی تازه را رقم بزنیم و این کار را کردیم. اونجا که لازم بود جلو رفتیم و اونجا که لازم بود شهامت انعطاف را داشتیم و در همه جا از ظرفیت حقوق بین الملل استفاده کردیم. آقای رئیس، توافق هسته‌ای که نمونه درخشانی از پیروزی بر جنگ بود توانست تا سایه تخاصم و حتی جنگی دیگر و تنشی دامنه‌دار را از سر خاورمیانه دور کند. می تواند و باید سرآغاز دوره جدید و موجب نتایجی مثبت برای صلح و ثباتی پایدار در منطقه نیز باشد. می توانیم از این فرصت برای توجه به آینده و اجتناب از تمرکز بر گذشته استفاده کنیم و روابط خود را با کشورهای منطقه به ویژه همسایگانمان بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک و جمعی بازسازی کنیم.
متاسفانه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به یکی از متلاطم‌ترین مناطق جهان تبدیل شده است. تداوم و تشدید چنین وضعی میتواند موجب سرایت تشنج به دیگر مناطق جهان شود. ما پیشنهاد میکنیم که مبارزه با تروریسم به یک سند و قاعده الزام آور بین المللی بدل شود و هیچ دولتی حق نداشته باشد از تروریسم به عنوان یک روش مداخله جویانه در امور ملت‌ها حمایت کند. ما همون گونه که در عراق و افغانستان به استقرار دموکراسی کمک کردیم، آماده کمک به دموکراسی در سوریه و نیز یمن هستیم. ما از تداوم قدرت با رأی ملت و نه اسلحه حمایت میکنیم. ما از حکومت اکثریت با حفظ حقوق اقلیت دفاع مینماییم. ما گذشته را فراموش نمیکنیم، اما نمیخواهیم در گذشته بمانیم. ما جنگ و تحریم را از یاد نمیبریم، اما به صلح و توسعه فکر میکنیم. ما در برنامه جامع اقدام مشترک تنها در پی دستیابی به یک توافق هسته‌ای نبودیم. ما میخواهیم حرکتی تازه و سازنده برای بازآفرینی نظم جهانی پیشنهاد کنیم، نظمی بر اساس احترام متقابل، عدم دخالت در امور داخلی دیگران، همکاری مستمر و همزیستی دائم میان اعضای ملل متحد. برای آنکه آینده‌ای صلح‌آمیز بسازیم باید از گذشته‌های تلخ عبرت بیاموزیم. خوشبختم که اینک میتوان با پیوند تجربه برجام و آراء گرانسنگ حامیان ویو طرح مناسبی برای حل مشکل منطقه خاورمیانه خرد شده در زیر پنجه های قساوت و شقاوت تدوین نمود. من برای مقابله با جهل، دیکتاتوری، فقر، فساد، تروریسم، خشونت و مقابله با اثرات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و امنیتی آن، جهان و به ویژه کشورهای منطقه را به تدوین یک برنامه جامع اقدام مشترک برای این مبارزه و ایجاد جبهه متحد مبارزه با افراط‌گرایی و خشونت دعوت می نمایم. فراموش نکنیم که ریشه های جنگ و ویرانی و ترور امروز در اشغالگری و تجاوز و مداخلات نظامی دیروز نهفته است. اگر تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان و عراق نبود و اگر حمایت بی حساب آمریکا از اقدامات ضد انسانی رژیم صهیونیستی علیه ملت مظلوم فلسطین نبود، امروز تروریست ها بهانه‌ای برای توجیه جنایات خود نمی‌یافتند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 8 مهر ماه در واکنشی تند به حادثه منا تهدید کرد که اگر قرار باشد ایران عکس العملی نشان دهد، این عکس العمل خشن و سخت خواهد بود. مسئله انتقال پیکر قربانیان مناسک حج امسال به ایران یکی از عوامل تشدید تنش‌ها میان تهران و ریاض است. حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران تاکید کرده که پیکر حجاج ایرانی به ایران فرستاده می شود. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران از اقدام عربستان سعودی در خصوص حادثه منا انتقاد کرده و گفته از دنیای اسلام و از کشور ما باید بروند و علت را بررسی کنند. به روز چهارشنبه 8 مهر ماه در دانشکده علوم دریایی امام خمینی شهر نوشهر گفت دولت عربستان در انتقال اجساد جانباختگان به وظایف خود عمل نمی کند و جمهوری اسلامی ایران نیز تاکنون با خویشتنداری و ادب اسلامی حرمت برادری را در دنیای اسلام نگاه داشته، اما این را بدانند که اندک بی احترامی به ده‌ها هزار نفر از حجاج ایرانی در مکه و مدینه و عمل نکردن به وظایف برخی برای انتقال بدنهای مطهر عکس العمل سخت و خشن ایران را در پی خواهد داشت. او گفته دست ایران برتر از خیلی هاست و امکانات بیشتری هم دارد و اگر بخواهد در مقابل عناصر اذیت کننده و موذی عکس العمل
عمل نشان دهد، اوضاع آنها خوب نخواهد بود و در هیچ صحنه هماوردی حریف نخواهند شد. آیت الله خامنه‌ای در این حال گفته ما فعلا درباره علت این حادثه قضاوت پیش از موعد نمی کنیم، اما معتقدیم دولت عربستان به وظایف خود در قبال مجروحان حادثه منا عمل نکرده است. او بیشتر از رهبران عربستان سعودی خواسته بود مسئولیت خود را بپذیرند و از امت اسلامی و خانواده‌های داغدار عذرخواهی کنند. همزمان حسن هاشمی وزیر بهداشت ایران خبر داده که پیکر هیچ جانباخته ایرانی فاجعه منا در عربستان دفن نشده است. وی که در عربستان به سر میبرد روز چهارشنبه 8 مهر به خبرگزاری فارس گفت تنها درخواستی که همراهان جانباختگان داشتند انتقال اجساد به داخل ایران است که این کار مهم از سوی مسئولان ایرانی در حال پیگیری است. وی در این حال خبر داد شماری از جانباختگان کشورهای دیگر در مکه دفن میشوند. حسین امیر عبداللهیان معاون وزارت امور خارجه ایران هم در همین زمینه خبر داده که طی یادداشت رسمی به سفارت عربستان اعلام شده همه خانواده های جان باختگان خواهان بازگرداندن پیکر مطهر شهدای منا به ایران هستند و همچنین گفت که برنامه‌ای برای سفر وزیر امور خارجه به کشور عربستان وجود ندارد. آقای هاشمی وزیر بهداشت ایران همکاری عربستان با هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران و امکانات بهداشتی را خوب توصیف کرد و گفت عملکرد هیئت پزشکی حج خوب است. الحمدلله خیلی خوبه و هم شرایط خیلی خوبی هست در مجموعه هیئت پزشکی حج. زحمات زیادی کشیدن و اینطور که گزارش کردن بالغ بر 500 نفر رو تونستن نجات بدن. مسئولین محترم بعثه و همچنین ستاد حج و زیارت میگفتن، نه اینکه گزارش خودشون باشه. خدمات خیلی خوبی هم دادن، مردم هم راضی هستن و تعداد مصدومین هم خب به حداقل رسیده، همه رو ترخیص کردن اکثرا. تعدادی در اینجا بستری هستن، تعدادی هم در بیمارستانهای عربستان سعودی که انشالله به تدریج یا مرخص میشن یا اعزام میشن به کشور. وزیر بهداشت ایران درباره وضعیت روحی روانی حجاج هم گفت وضعیت خوب است و فضای بین حجاج با فضای ایران متفاوت است و حجاج روحیه بسیار خوب و آرامی دارند. حسن هاشمی همچنین تصریح کرد که کار در عربستان راحت نیست و به نظر می رسد باید صبور بود و با تعامل کار را پیش برد. ما بیش از 10,000 ایرانی داریم که هنوز در مکه هستند و 35,000 تن از هموطنان نیز در مدینه به سر می برند که طی 20 روز آینده در عربستان هستند. از این رو باید متوجه و مراقب آنان باشیم. همزمان علی اکبر ولایتی مشاور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه 7 مهر ماه حادثه رمی جمرات در منا را مشکوک خواند و گفت برخی افراد رد بالای ما در این حادثه مفقود یا کشته شدند و عربستان باید جهت پیگیری این موضوع اقدامات لازم را انجام دهد. علاوه بر قزنفر رکن‌آبادی سفیر سابق ایران در لبنان، رسانه‌های ایران از علی اصغر فولادگر به عنوان یکی دیگر از افراد ارشد مفقود شده در حادثه منا نام بردند. آقای فولادگر رئیس دفتر اطلاعات راهبردی سپاه پاسداران بود و برخی از منابع از جمله خبرگزاری رسا از او به عنوان معاون سرلشکر صفوی یاد کرده است. آقای صفوی که بین سالهای 76 تا 86 فرمانده کل سپاه پاسداران بود، اکنون مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی است. برخی از وبسایت‌های خبری نیز از حسن دانش، فؤاد مشقلی، عمار میر انصاری و سید حسن حسنی به عنوان دیگر سرداران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام بردند که در این حادثه مفقود شدند. در همین حال مصطفی پور محمدی وزیر دادگستری ایران ادعای منتشر شده در خبرگزاری تسنیم درباره دخالت موساد در این حادثه را فرافکنی و عملیات روانی خواند. همزمان علی چگینی مدیر کل کنسولی وزارت امور خارجه ایران از احضار کاردار عربستان در تهران برای چهارمین بار خبر داد و گفت نامه وزیر کشور جمهوری اسلامی به همتای سعودی خود تسلیم کاردار سعودی شد. بنابراین گزارش کاردار عربستان سعودی اعلام کرده که در اسرع وقت نظرات دولت جمهوری اسلامی ایران را به دولت مطبوع خود انتقال خواهد داد.
عبدالرب منصور هادی در مجمع عمومی سازمان ملل ایران را به تلاش برای ویران کردن یمن متهم کرد. همزمان نیروهای ائتلاف رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه 8 مهر ماه از توقیف یک قایق باری ایرانی حامل سلاح به مقصد یمن خبر دادند. عادل جبر وزیر خارجه عربستان گفته ایران با ارسال کمک‌های تسلیحاتی و اعزام مشاوران نظامی به تمرد حوثی‌ها علیه دولت قانونی این کشور و ادامه جنگ در یمن کمک کرده است. ائتلاف ضد حوثی‌ها در یمن به رهبری عربستان سعودی روز چهارشنبه 8 مهر ماه از توقیف یک قایق باری ایرانی حامل سلاح به مقصد یمن خبر داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، ائتلاف یاد شده میگوید که این قایق روز شنبه هفته جاری توقیف شد و حامل انواع گلوله، خمپار انداز و سایر تجهیزات نظامی برای نیروهای حوثی طرفدار ایران بوده است. بیانیه ائتلاف می‌افزاید که قایق یاد شده دارای 14 ملوان ایرانی است و اسناد آن نشان می‌دهد که مالکیت آن در اختیار یک شرکت دولتی ایران است. طبق این بیانیه قایق یاد شده برای مقاصد ماهیگیری ثبت شده است. جمهوری اسلامی ایران هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است. عربستان و ائتلاف عربی بارها ایران را متهم کرده‌اند که شورشیان حوثی را مسلح می‌کند. در تازه ترین واکنش عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی روز گذشته خبر داد که بار دیگر یک کشتی حامل تسلیحات ایران که عازم یمن بود روز شنبه 4 مهر ماه پیش از رسیدن به مقصد متوقف شده است. عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی روز سه‌شنبه 7 مهر ماه در مصاحبه با تلویزیون العربیه در پاسخ به سخنان روحانی در سازمان ملل که گفته بود ایران برای ثبات در سوریه تلاش می‌کند گفت ایران شریک کودتای حوثی ها در یمن و مسبب اصلی ویرانی ها و بدبختی های سوریه است. وزیر امور خارجه عربستان گفت ایران با ارسال کمک های تسلیحاتی و اعزام مشاوران و کارشناسان نظامی که با قطعنامه شماره 2216 شورای امنیت مغایر است به تمرد و شورش حوثی ها علیه دولت و قانون و ادامه جنگ در یمن کمک کرده است. وزیر امور خارجه عربستان حکومت ایران را متهم کرد که نفرات حزب الله لبنان و سایر شبه نظامیان منطقه را استخدام می کند و به سوریه می فرستد تا به حفظ رژیم بشار اسد کمک کنند. این مقام سعودی ابراز آمادگی رئیس جمهوری ایران به کمک برای حل بحران یمن را نیز غیر قابل اعتنا دانست و جمهوری اسلامی را متهم کرد که به حوثی ها و طرفداران مسلح علی عبدالله صالح کمک کرد تا دولت قانونی یمن را سرنگون کنند. در تحولی دیگر در نیویورک عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور یمن روز سه‌شنبه 7 مهر در نطق مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایران را متهم به دنبال کردن برنامه‌ای برای تخریب یمن کرد. رئیس جمهوری یمن گفت ما درگیر این نبرد هستیم، جنگی برای کشور و مشروعیت دولت تا اطمینان حاصل کنیم که کشور به دست ایران نمی‌افتد، کشوری که می‌خواهد شاهد ویرانی یمن باشد. آقای منصور هادی در این سخنرانی از ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی به خاطر قاطعیت کامل در هدایت عملیات هوایی علیه شورشیان حوثی یمن قدردانی کرد. سخنان رئیس جمهوری یمن در حالی ابراز شده است که نیروهای هوادار عبدالرب منصور هادی رئیس جمهوری یمن میگویند با پشتیبانی نیروهای ائتلاف عربی روز سه‌شنبه 7 مهر موفق شدند پس از درگیری شدید با شبه نظامیان حوثی و وفاداران به علی عبدالله صالح رئیس جمهوری مخلوع یمن کنترل خود را بر سد معرب بست دهند. این در حالی است که هواپیماهای ائتلاف به بمباران مواضع شورشیان در صنعا و حدیده ادامه می‌دهند. پایگاه هوایی دیلمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی صنعا و پادگان الخرافی در غرب پایتخت یمن از جمله مناطقی هستند که بمباران شدند. در تحولی دیگر جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 7 مهر در مصاحبه‌ای با شبکه خبری MSNBC گفت مسکو و تهران ممکن است جلوی استفاده حکومت سوریه از بمب‌های بشکه‌ای را بگیرند. استفاده از بمب‌های بشکه‌ای با قدرت انفجاری بالا در مناطقی که در کنترل شورشیان است معمولاً شمار زیادی کشته بر جای می‌گذارد. گزارش‌های بسیاری نیز منتشر شده که بسیاری از قربانیان غیر نظامی هستند.
سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار افزایش تحریم ها علیه حکومت اسد به خاطر ادامه استفاده آن رژیم از بمب های بشکه‌ای شده است. وقتی از وزیر خارجه آمریکا پرسیده شد آیا این امکان وجود دارد که ایران و روسیه از نفوذ خود بر اسد استفاده کنند تا جلوی استفاده از بمب های بشکه‌ای گرفته شود، او پاسخ داده است قطعا. آقای کری احتمال داده که همکاری ها با روسیه و ایران بر سر سوریه ممکن است بیشتر شود. در همین حال ولید معلم وزیر خارجه سوریه در یک نشست خبری در نیویورک گفت باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و دیگر رؤسای کشورها باید بفهمند مردم سوریه به تنهایی قادر به تعیین سرنوشت خود در آینده هستند. مارتین جانسون مدیر کل اتاق بازرگانی انگلیس از سفر هیئت تجاری انگلیس به تهران خبر داده و گفته از شرکت‌های انگلیسی می‌روند تا برای دوران پسا تحریم آماده شوند. مارتین جانسون مدیر کل اتاق بازرگانی انگلیس و ایران ضمن اشاره به سفر هیئت تجاری انگلیس به ایران که قرار است جمعه این هفته و به مدت 4 روز صورت گیرد گفت شرکت‌های انگلیسی می‌روند تا برای دوران پسا تحریم آماده شوند. آقای جانسون با اشاره به اینکه سال هاست که هیئت تجاری از سوی انگلیس به ایران نرفته و به دلیل فراز و نشیب های روابط سیاسی میان دو کشور مناسبات تجاری به شدت کاهش پیدا کرده گفت ما بر آن شدیم که یک هیئتی تجاری را به ایران اعزام کنیم که این اقدام بخشی از راه های تقویت روابط میان دو کشور است. وی تصریح کرد ادامه تحریم ها نمی تواند به درازا بیانجامد و همانطور که می دانید همه ما امیدوار هستیم که بر اساس آنچه در برجام توافق شده است تحریم ها کاهش یابند. آقای جانسون در تشریح اهداف هیئت تجاری انگلیسی و با اشاره به اینکه شرکت‌های انگلیسی هنوز نمی‌توانند با ایران وارد معامله شوند گفت آنها می‌توانند در این سفر با فضای ایران آشنا شوند، طرف‌های ایرانی را شناسایی کرده و ارتباطاتشان را بروز کنند و همچنین محصولات و یا خدماتشان را به شرکت‌های ایرانی عرضه کنند. این مقام انگلیسی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا در جریان این سفر تفاهم نامه هایی نیز منعقد خواهد شد گفت ما با شرکت های ایرانی گفتگو خواهیم کرد و قطعا در این جریان انتظاراتی مطرح خواهد شد مبنی بر اینکه به محض برداشته شدن تحریم ها این گفتگوها منجر به توافق و انعقاد قرارداد در آینده شود. سیروس مهدی‌زاده از اعضای هیئت مدیره اتاق بازرگانی انگلیس و ایران نیز در گفتگو با خبرنگار روزنامه ایران گفت این اولین هیئت بزرگ تجاری است که از انگلستان به ایران می رود. این عضو اتاق بازرگانی انگلیس و ایران در بیان برنامه سفر هیئت یاد شده گفت در جریان این سفر قرار است از بخش‌های مختلف اقتصادی ایران اهم از اتاق بازرگانی، بازار بورس، بانک‌ها، وزارت صنایع و معادن و وزارت نفت دیدن کنیم. آقای مهدی‌زاده در بیان اهمیت این سفر تجاری گفت بسیاری از شرکت‌های اروپایی تاکنون به ایران سفر کردند که در جریان آن تفاهم‌نامه‌هایی را هم امضا کردند. از این روی این سفر می‌تواند سرآغاز خوبی برای از سرگیری دوباره مناسبات تجاری میان ایران و انگلیس برای دوران پسا تحریم به حساب آید. آقای مهدی‌زاده یکی از موانع اصلی تعامل آزادانه شرکت‌های انگلیسی با ایران را نحوه عملکرد بانک‌های این کشور برشمرد و گفت همانطور که می‌دانید تمام تراکنش‌های بانک‌های انگلیسی باید از طریق 5 بانک اصلی انگلیس صورت گیرد که همه آنها نیز تاکنون از سوی آمریکا جریمه شده‌اند. نیروهای ارتش افغانستان در جریان عملیاتی ویژه پس از نبردی سنگین با ستیزه‌جویان طالبان موفق به بازپسگیری قندوز شدند. ارتش اکنون کنترل شهر را در اختیار گرفته، اما با این حال در برخی محله‌ها درگیری هنوز ادامه دارد. شهر قندوز در افغانستان هفته گذشته به تصرف گروه طالبان درآمد.
دولت افغانستان اعلام کرد کنترل بخش‌های مهم شهر قندوز را 3 روز پس از افتادن شهر به دست نیروهای طالبان پس گرفته است. مقام‌های افغان گفتند عملیاتی که در طول شب پنجشنبه 9 مهر آغاز شد به بازپسگیری مراکز دولتی و وارد شدن تلفات سنگین به طالبان منجر شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها وزارت دفاع افغانستان صبح روز پنجشنبه 9 مهر اعلام کرده است که در این عملیات 150 مخالف مسلح کشته و 90 نفرشان زخمی شدند. طالبان هنوز واکنشی به این خبر نشان نداده، اما تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده ظاهرا نیروهای دولتی را در نواحی اطراف شهر نشان می‌دهد. سرور حسینی سخنگوی رئیس پلیس قندوز روز پنجشنبه 9 مهر گفت ارتش دفاتر دولتی، دفتر رئیس پلیس و ساختمان وزارت اطلاعات را پس گرفته و اجساد اعضای طالبان در سطح شهر پراکنده است. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت کشور افغانستان هم در توییتر نوشت نیروهای خاص امنیتی کشور کنترل شهر قندوز را به دست گرفته و عملیات پاکسازی همچنان جریان دارد. تلفات سنگین به دشمن وارد گردیده است. ژنرال ظاهر یک مقام ارشد وزارت کشور گفته است صدها جنگجوی طالب کشته شدند و اجسادشان در جاده ها باقی مانده است. این اخبار پس از آن منتشر می شود که وزارت کشور افغانستان روز چهارشنبه اعلام کرد عملیات بازپسگیری شهر قندوز به زودی آغاز می شود. پیش از این گزارش های منتشر شده بود مبنی بر اینکه جنگجویان طالبان در تازه ترین حرکت پس از اشغال قندوز یک مقر نظامی در منطقه بالاحصار را تصرف کرده و تسلط خود بر شهر را گسترش دادند. طالبان قلعه بالاحصار را طی 2 روز گذشته در اختیار داشت و یک مقام امنیتی افغان به خبرگزاری رویترز گفت که تقریبا 200 سرباز ارتش پس از اتمام آذوقه و مهمات این مقر را ترک کردند. سرنوشت این قلعه اکنون معلوم نیست، با این حال گزارش‌ها حاکی از ادامه نبردها در برخی نواحی است. رویترز همچنین به نقل از مقام‌های ائتلاف گزارش داده که نیروهای ویژه آمریکایی و متحدان آن مستقیما وارد نبرد با شورشیانی شدند که فرودگاه قندوز را محاصره کرده بودند. در روزهای اخیر همچنین گزارش‌هایی از نبرد در ولایت مجاور در بغلان وجود داشته، به طوری که گفته شد یک مقر سابق ناتو هدف حمله قرار گرفته. همچنین گزارش هایی از درگیری در چند نقطه ولایت تخار در شرق قندوز میرسد. طالبان همچنین مدعی اشغال ناحیه‌ای در ولایت فراه شد. خبرنگاران میگویند طالبان سعی در گشودن جبهه های مختلف دارد تا باعث انحراف توجه ارتش از قندوز شود و نیروهای ارتش را بپراکند. در این قسمت از برنامه سری میزنیم به بهنام امینی، خبرنگار ما در ترکیه، که نگاهی دارد به تازه ترین تحولات این کشور و منطقه. اتحادیه اروپا پیشنهاد یک کمک 1 میلیون دلاری رو به ترکیه داده به منظور اسکان آوارگان سوری. ترکیه اما با رد این پیشنهاد گفته اگر اجازه ایجاد منطقه حائل در شمال سوریه رو صادر کنید، ما هم آمادگی ایجاد 3 اردوگاه تازه در شمال سوریه رو داریم. نقاطی که البته ترکیه پیشنهاد ایجاد اردوگاه در اونها رو داده در حیطه نفوذ کردهای سوریه هست که خود این موضوع محل اختلاف بسیاری هستش. اما برخلاف مقامات جمهوری اسلامی ایران، این هفته آقای اردوغان رئیس جمهور ترکیه حمایت معناداری از عربستانی ها در جریان حوادث منا کرد. او گفته اینکه مقامات سعودی رو به بی‌کفایتی متهم کنیم حرف درستی نیست. به ویژه در ماهای اخیر ترکیه سعی کرده در مسائل مربوط به تحولات منطقه با عربستان سعودی همسویی بیشتری داشته باشه. حدود 3 دهه قبل کشته شدن زائران ایرانی در مراسم حج شاید تا این اندازه روابط دو کشور ایران و عربستان رو خصمانه نکرد. حالا تلویحاً تا صحبت از تهدید نظامی هم به گوش میرسه. آیت الله خامنه‌ای با لحن کم سابقه خطاب به عربستانی‌ها گفته اگر اونها در انتقال پیکر حجاج ایرانی تعلل بکنن،
بیدرنگ با پاسخ خشن و تند ایران روبرو خواهند شد. این تنها نمونه از واکنش مقامات رسمی و بلندپایه ایران است. در فضای مجازی به نظر میرسه از ماها قبل محافلی شرایط ایجاد حس بدبینی و خصومت رو میان دو کشور فراهم کردن و این قبیل اظهار نظرها در فضای مجازی تندتر هم دیده میشه. البته ناگفته نماند که شرایط حساس خاورمیانه این دو بازیگر مهم منطقه رو حساس تر از گذشته هم کرده. بحران سوریه، افزون بر آن جنگ در یمن، حادثه منا و حتی همین چند روز پیش توقیف لنچ ایرانی توسط نیروهای ائتلاف عربی، آن هم به اتهام ارسال سلاح برای حوثی‌ها، خبر از ادامه یک فصل قطبی و سرد در روابط دو کشور رو میده. سخنرانی این هفته حسن روحانی در سازمان ملل متحد و وعده کمک ایران به حل بحران در منطقه هم به نظر نمی رسید تلاش امیدوار کننده ای باشه، چرا که دیوار بلند بی‌اعتمادی دو کشور برافراشته تر از آن است که تنها با حرف‌های دیپلماتیک بتوان آن را از میان برداشت. روز شمار تحولات سوریه خبر از روزهای مهمی در این کشور میده. روزها نخستین عملیات هوایی خودشون رو در سوریه بر علیه مخالفین بشار اسد آغاز کردن. امریکا گفته برای اجتناب از تداخل عملیات نظامی روزها و نیروهای ائتلاف باید سازوکار مشخصی رو ایجاد کرد. از سوی دیگه زمزمه احتمال انجام عملیات زمینی در سوریه توسط نیروهای ایرانی شنیده میشه. برخی منابع خبری گفتن از دو هفته پیش ایران صدها سرباز همراه با تجهیزات نظامی رو به سوریه فرستاده. حتی خبرهای تایید نشده حکایت از آن داره که کردهای سوری هم تمایل به همکاری با روس‌ها در جهت مبارزه با داعش رو دارن. اما در این میان برخی کشورها از جمله عربستان سعودی نسبت به حضور نظامی روس‌ها در سوریه نگران هستند. سعودی‌ها صراحتاً از روس‌ها خواستند که عملیات نظامی خودشون در سوریه رو متوقف کنند. کشته شدن ده‌ها غیر نظامی در پی عملیات هوایی روس‌ها موجب نگرانی برخی کشورها شده. اما تصویر هفته رو ببینیم. آقای ظریف اوباما در حاشیه نشست سازمان ملل متحد گویا برای نخستین بار با هم دست دادن، اما نه آنطور که این تصویر فتوشاپی پیام خاصی رو برای مخاطبانش در ایران القا می‌کرد. سپاسگزاریم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. با ما از طریق وبسایت و صفحه فیسبوک ایران فردا با نشانی که بر روی صفحه تلویزیون ظاهر شده در تماس باشید و درباره برنامه نظر دهید. تا فردا هم که در همین ساعت با شما خواهم بود. شب و روز شما خوش.